و سلام به بینندگان عزیز این سلسله برنامه ها که زیر عنوان دیدگاه مارکس آینیست پویاست. این سری دومه و این 11 برنامه هست و امروز هم 24 شهریور و 15 1392 و 15 عرشبت که سپتامبر 2013 است. این سلسله برنامه ها در واقع میتونه یه مقدار برای عزیزان گاهی اوقات خسته کننده باشه، برای اینکه من ناچارم فرضاً این 400 تا مقاله ای رو که مارکس و انگلس در عرض یک سال خورده ای نوشتن، یا حتی کمتر از یک سال، اینا رو من تازه چکیدش رو آوردم بیرون، ولی اگه بخوام همون چکیده ها رو نقل بکنم، برای اینکه آدم اگه بخواد در واقع به اصطلاح نقل قول غیر مستقیم هم بکنه، ممکنه اون دقتش رو از دست بده و در اینجا باید نقل قول مستقیم کرد، میتونه خسته کننده باشه. ولی به هر حال من فکر میکنم گاهی اوقات لازمه که آدم این تکست یا متن رو بخونه و چاره ای نیست. خیلی از سخنران ها هستم که از رو میخونم و در نتیجه به اصطلاح یه مقدار باید تحمل کرد. ولی به هر حال همه این مقالات رو هم من نمیتونم اینا به عزیزان عرض بکنم که اینا فقط یه مقدمه است، فقط یک کلو یا یک پیوند آدم اشاره فقط میکنه، خود عزیزان باید برن دنبالش. حالا کوشش من این بوده که در جلد دوم از این کتابی که راجع به دیدگاه مارکس و بسیار زندگی به دیدگاه مارکس نوشتم، تا جای ممکن بیشترین نقل قولها رو که مربوطن واقعا فرضاً در همین مقالات یا دو تا از کتابهای معروف و یا اسناد سیاسی که مارکس و انگلس نوشتن، خود مارکس که یکی عبارت باشد از نبردهای طبقاتی در فرانسه و یکی 18 برومر لوی بوناپارت، اگه آدم بخواد اینا رو حتی از روی خود کتابش بخونه، به قدری مارکس میره توی ریزکاری ها، اسم، واقعه، عرشبت که سند، برای اینکه تمام اینا رو مطالعه میکنه و بعد میشینه و اینا رو میمیسه. چه نامه هایی که از دوستانش و از خبرنگارا به دستش رسیده، تمام اسناد و نطق ها رو عین متنش رو در میاره، کتب و روزنامه هایی رو که در اون زمان هست دنبال میکنه، از همه اینا نقل قول میکنه و آدم گاهی قد خسته میشه، برای اینکه آدم باید بره تو اون دوران و بفهمه که افراد دستندرکار کی بودن، تمام این اسامی چیان و و و و آدم باید چکیدش اون وقت از این بیاره بیرون، که خود این واقعا یه زحمت، احتیاج به یه زحمت داره و برای ما جنبه های تئوریکش مهمه و البته جنبه های عملیش و نظر تاریخی اینا در اون زمان چی بوده و آیا الان چقدرش به دردمون میخوره. ما نمیتونیم رو هوا از این قضايا راجع به این قضايا صحبت بکنیم، باید ببینیم چه چیزیش مفیده. و بعد نکته دیگه ای رو هم، چون این حالا ممکنه این دو جلسه تموم بشه این سری از برنامه ها، و یا شاید حالا ببینیم، شاید مثلا دو جلسه دیگه هم داشته باشیم، ولی از همین حالا به عزیزان عرض بکنم که مارکس و انگلس هر دوشون واقعا دو تا انسان انقلابی بودن که قلبشون نه تنها برای طبقه کارگر، برای بشریت میتپیده و آرزوشون این بوده که بالاخره نه تنها بورژوازی، فئودالیسم رو بزنه کنار، سرمایه مالی رو بزنه کنار، سرمایه های صنعتی بیان قدرت، بلکه منتظر این بودن دائم واقعا از دهه 1840 همینجوری منتظر بودن که انقلاب کارگری صورت بگیره و ما میدونیم که طبقه کارگر پشت سر هم با شکست روبرو شدن و تا الانش هم در هیچ کدوم از کشورهای اروپایی به پیروزی نرسیدن. بنابراین ما باید اینها رو به قول انگلیسی ها میگن با with a grain of salt،
یعنی با یه ذره نمک به قول معروف باید اینا رو بخونیم که ببینیم درسهاش برامون چیه، وگرنه هر دوشون یه مقدار زیادی به اوضاع با خوشبینی برخورد میکردن، فکر میکردن که طبقه کارگر پیروز بشه و و و و. البته موقعی که ما به نوشته های اواخر عمر مارکس میرسیم، بسیاری از این چیزها رو مارکس تصحیح میکنه و بعد به اواخر عمر انگلس هم که میرسیم به همین ترتیب، با اینکه اصول کلی فکریشون رو به هیچ وجه از دست نمیدن و در نهایت امید خودشون رو به پیروزی طبقه کارگر، حالا موقعی که ما طبقه کارگر صحبت میکنیم فرضاً فکر میکنیم که مارکس و انگلس طبقه کارگر یعنی اونایی که فقط کار یدی میکنن، به هیچ وجه اینطور نیست. اگر عزیزان گروندریسه رو بخونن متوجه میشن که منظور مارکس از طبقه کارگر یعنی در واقع 90% پایین جامعه، که الان ما در امریکا و اروپا اینو داریم میبینیم. فقط کارگرای یدی نیستن، یقه سفیدا نیستن، بلکه کارگرای یقه آبی نیستن، کارگرای یقه سفید اکثریت رو تشکیل میدن، که اینا هم الان واقعا زیر ستم سرمایه. درسته یه مقدار کارشون راحت تره، حقوقشون ممکنه بالاتر باشه، ولی از دکترا گرفته تا بسیاری از وکلای دادگستری گرفته تا دندون پزشکا گرفته تا پرستارا گرفته تا تکنسین ها گرفته تا دانشمندا تا استادای دانشگاه که اکثریت پیمانی هن. همه اینا احساس فشار میکنن از طرف اون اقلیت بسیار کوچک بالا، یعنی 1% جامعه. بنابراین بحث مارکس و به ویژه بحث مارکس، برای اینکه انگلس حتی گروندریسه رو نخونده بوده، هر جواد که در اونجا منظورش از طبقه کارگر اکثریت عظیم جامعه است و موقعی که صحبت از دیکتاتوری پرولتاریا میکنه که این همه بدنام شده این اصطلاح دیکتاتوری پرولتاریا، منظورش قدرتگیری اکثریت عظیم بشریت یا اکثریت عظیم مردم یک کشوره در برابر یک اقلیت 1%، یعنی قدرتگیری 99%. همین جنبش وال استریت که به وجود اومد، به نظر من از هرومن الشمس و از مثل واقعا مثل روشنایی روز ثابت میکنه که دیدگاه مارکس چطور در حال حاضر هنوز صدق میکنه. جنبش وال استریت و اینه که گفتن که ما نماینده 99% ایم و تمام آمارها الان نشون میده، آمارهایی رو که من در برنامه دیروز در برنامه تلویزیونی که داشتم تمام آمارها رو آوردم که چطور 1% بالای جامعه امریکا در عرض 4 سال اخیر، یعنی بین 2009 تا 2013 95% از کل افزایش درآمدها رو نصیب خودش کرده. 99% پایین بازنده بودن و 1% بالا برنده بودن. یعنی واقعا جامعه طوری داره میشه. این رو میخوام عرض بکنم که مارکس و انگلس هر دوشون بیش از 2 قرن از زمان خودشون جلو بودن و در منتها دائم عجله داشتن که هرچه زودتر انقلاب بشه، انقلاب کارگری بشه. کارگران میومدن شرکت میکردن، کشته میدادن، تمام زجر رو میکشیدن، کسی دیگه میبرد. حالا یا نیروهای پیش سرمایه‌داری میبردن یا بورژوازی میبرد یا خرده بورژوازی میبرد. شما اگر این انقلاب 1848-49 رو دنبال بکنید، تمام این بحث ها و واقعا به اصطلاح محتوای این کتاب جلد دوم در واقع از سال 1848 تا 52 که در واقع مارکس و انگلس در درجه اول حوادث فرانسه رو دنبال میکنن. درسته خودشون تو آلمانن، ولی بیشتر توجهشون معطوف فرضاً نبردهای طبقاتی در فرانسه است، 18 برومر لوی بوناپارت در فرانسه است. یعنی اشاره خیلی زیادی به آلمان و اتریش و انگلیس نمیکنن، یه اشاراتی میکنن، ولی در درجه اول پیشتاز انقلاب رو واقعاً مردم فرانسه به طبقه کارگر فرانسه میبینن. و
و در تمام اینا طبقه کارگر فرانسه پیشگام میاد، کشته میده. و در مقالات قبلیش که عرض کردم، فرزند در جوان عرض و در اواخر جوان 1848 که در حقیقت میان توی خیابون و چطور کشتار ازشون میشه، در حدود 3000 نفر کشته میشن و 15000 نفرشون تبعید میشن، نابود میشن، یعنی در حقیقت تار و مار میکنن طبقه کارگر رو. و بالاخره ما میدونیم همینجوری اتفاقاتی که میفته بالاخره به کودتای 1851-52 میانجامه که در حقیقت ناپلئون سوم میاد سر کار. اینا رو مارکس به دقت واقعا باز میکنه. تمام این مقالاتی رو که من میخوندم، که تا الان خوندم و در روزنامه راینیش سایتون نو اومد، در واقع مارکس و انگلز خودشون در کلن بودن ولی خبرنگارا در سراسر اروپا داشتن، تمام روزنامه ها رو میخوندن. فقط خودشون هم نبودن، همکارای دیگه شون بودن که هر کدوم در رشته خودش تخصص داشت و در این روزنامه قلم میزدن. و درن و بعدش تمام اینا رو بر پایه تمام گزارشات و خبرهای روزنامه ها و اینا و اینا این مقالات رو مینوشتن. حالا بله، بعضی از مقالاتشون خیلی کوتاه بود، بعضی هم خیلی طولانی بود، ولی به هر حال. ولی بعدش مارکس، ما میدونیم که روزنامه راینیش سایتونگ، حالا من یه مقدار راجع به این که چطور این روزنامه بسته شد و بالاخره مارکس رو بیرونش کردن از آلمان، اومد به پاریس، از پاریس هم بیرونش کردن، قبلا اشاره کردم، و بالاخره در اواخر 1849 رفت به لندن که تا آخر عمرش. موقعی که به لندن وارد میشه جمع‌بندی میکنه. حالا قبلا بازم بعضی چیزا تکرار میشه ولی هیچ اشکالی نداره که بازم تکراری. مارکس بعد از اینکه از پاریس هم بیرونش میکنن و میاد به لندن، شروع میکنه به جمع‌بندی کل این حوادث، یعنی به اصطلاح اتفاقاتی که در کل اروپا و انقلاب 1848 اتفاق افتاده و دلایل شکستش چی بوده. بعدش دومین کاری که میکنه میره و کارت ورودیه کتابخونه موزه بریتانیای کبیر رو میگیره و وارد موزه اونجا میشه. همینطور که عرض کردم اینا تکراری ممکنه باشه، ولی به هر حال اولین کاری که میکنه مارکس میره به تمام مجلات اکونومیست رو از ابتدای تأسیسش تا اون موقع حدود 10 ساله همه اینا رو مطالعه میکنه. بر پایه اون به نتیجه میره، به این نتیجه میرسه که انقلابات 1848-49 در اثر یه بحران اقتصادی 46-47 بوده. ما میدونیم یه بحران، یکی از اون به اصطلاح حزیز یا به اصطلاح بحران‌های به اصطلاح اقتصادی سیکلیک بوده و الان دوباره بورژوازی جون گرفته، بحران اقتصادی برطرف شده و در نتیجه شرایط انقلابی هم از بین رفته. کارگرایی که باش کار می‌کردن در اتحادیه کمونیستی اینو نمی‌پذیرفتن و می‌خواستن هنوز اتحادیه کمونیستی رو نگه دارن و به کارشون و به کار انقلابی ادامه بدن. مارکس میگه که شرایط انقلابی که نیست، ما باید الان دست به یک مطالعه بزرگ بزنیم که ببینیم چه بر سر این انقلاب رفت و چرا شکست خورد، داستانش چیه. در نتیجه از اینجا شکاف میفته بین، در واقع در اتحادیه کمونیستی، در یک طرف مارکس و انگلسن که میگن شرایط انقلابی دیگه وجود نداره و باید الان ما یه جمع‌بندی بکنیم و خودمون رو با شرایط انقلابی آینده آماده بکنیم، در حالی که شاپر و مول و باور که در حقیقت 3 تا کارگرایی هستند که در حقیقت بنیانگذاران اتحادیه کمونیستی بودن، اینا بودن که از مارکس و انگلس دعوت کردن 1847 که بیان و مانیفستو بنویسن، اینا جدا میشن، صفشون رو جدا میکنن از مارکس، یعنی در واقع کارگرها جدا میشن. مارکس بهشون میگه اوکی، میخواهید فعالیتتون رو ادامه بدید، ادامه بدید، که مدتی هم ادامه میدن و بعدش میبینن که به جایی نمیرسه. میخوام این رو عرض بکنم که مارکس با واقع بینی، یعنی فرزن میره به تمام مجلات بورژوایی اکونومیست رو میخونه برای اینکه ببینه وضعیت اقتصادی به چه سوی داره میره و تمام شواهد بهش نشون میده که آره دوباره به اصطلاح این یه سیکل اقتصادی بوده که باعث رکود و یا بحران شده ولی دوباره به اصطلاح این
میره بالا. و از طرف دیگه هم بر همین پایه است که واقعا در همین زمان 1851 ناپلئون سوم میاد، یه دیکتاتور به اصطلاح به قول چیز به عنوان یکی از اوباش ازش اسمه، یه آدم لاتوپوت واقعا میاد سر کار. ولی خب حالا صحبتشو میکنیم که فرزند مارکس و انگلس در نبردهای طبقاتی در فرانسه که به اصطلاح اون جمله معروف رو میگن که به اصطلاح هر چیزی در تاریخ دو بار اتفاق میفته، یک بار تراژیک و یک بار دیگه خنده داره، به قول مکللن و ارشواتی هالدرایپر، هر دو میگن که به اصطلاح ارزیابی مارکس نادرست بوده، برای اینکه ناپلئون که میاد سر کار نه تنها قدرتش رو تحکیم میکنه، برای اینکه مسخره میکردن مارکس و انگلس به حساب قدرتگیری ناپلئون کوچولو رو اسمش گذاشته بودن، مسخره میکردن، میگم این مسخره نیست، واقعا اومده و به حساب بورژوازی هر شبت که به حساب سیستم بناپارتیستی به وجود آورده و در نتیجه قدرت خودش رو تحکیم کرده و بورژوازیه و به اصطلاح سرمایه‌داری فرانسه رو کلی به اصطلاح اعتلا داده. و ما میدونیم در زمان همین ناپلئون کوچولو بود که فرزن شرکت‌های فرانسوی تونستن کانال سوئز رو چیز بکنن و کلی کارهای عظیم دیگه. یعنی بورژوازی چیز در همین زمان قدرتگیری ناپلئون سوم یا ناپلئون کوچولو، عرشبت که لوی ناپلئون، کلی به اصطلاح پیشرفت کرد و بورژوازی خودش رو تحکیم کرد زیر همین حکومت بناپارتیستی که حالا امروز اگه رسیدم راجع به بناپارتیست صحبت خواهم کرد. ولی به هر حال با این مقدمه میخوام اینو عرض بکنم که ما باید موقعی که راجع به این قضایا چه مشکلاتی داره که من این کتاب رو به صورت ویدیو درش بیارم و اگر نقل قول‌های وسیع بکنیم یه مقدار میتونه خسته کننده باشه و غیره و غیره، بنابراین من مجبورم از بعضی از چیزا بپرم. بنابراین من الان از مقالاتی که در راینیش سایتونگ نو در واقع چند جلسه نقل قول کردم میگذرم و میرسم به جایی که این روزنامه بسته میشه. یکی دو مطلب رو راجبه عرشبت که مارکس میخواستم، یکی راجب شیوه روزنامه نگاریش چی بوده، اینا درس توشه، بنابراین ابتدایی و بعدش وقت میریم روی دو تا نوشته معروف مارکس و انگلس. عرشبت که مارکس در درجه اولی که نبردهای طبقاتی در فرانسه است و یکی هم هجدام برومر لوی بوناپارت که خوشبختانه هر دوشون ترجمه های خوبی ازشون شده که من تو این کتاب نقل قول از این ترجمه ها در واقع نقل قول کردم و ترجمه آقای پرهام هر دوش فکر میکنم باشه، ترجمه های بسیار بسیار جالب و رساییه. بنابراین ببینیم شیوه روزنامه نگاری مارکس در این مقالاتی که نوشته چجوری بوده. مارکس و انگلس برای اثبات یک نظر، متقاعد کردن خواننده یا شنونده یا قابل درک کردن مطلبی عادت به کلیگویی نداشتن، همینجوری بپرونن یا بخوان یه ایدئولوژی رو به کسی بقبولونن، بلکه ریزترین جوانب مطلب را میشکافتن. یعنی میرفتن که فلان نماینده چی گفته، خبر چیه، به دقت تمام اینا رو به حساب میرفتن تو جزئیات، کلیگویی نمیکردن. قضاوت اونها در مورد شخصیت های مورد بحث، چه دوست و چه دشمن، بر پایه شکافتن دقیق عملکردها و شیوه برخورد آنها به حوادث جاری و نتیجه کار آنها بود. تک به تک این شخصیت‌ها رو می‌شناختن. آدم حیرت می‌کنه که اینا با چه دقتی چقدر وقت صرف می‌کردن و چه ددیکیشن، یعنی چطور تعهد واقعا به ترقی کارگر داشتن، تمام وجودشون رو. مارکس واقعا وجودش رو مثل یه شمع سوزون. به همین دلیل مرگ زودرسش در سن 65 سالگی عمری نکرد، سوخت واقعا به همراه خانوادهش.
سه تا از بچه‌هاش از دست رفتن و همسرش با چه شرایطی زندگی کرد، با اینکه از یه خانواده کاملا مرفه و اشرافی میومد. به طور مثال برای انعکاس اخبار مجلس یا تفسیر سیاسی از موجزگیری تک تک نمایندگان به بولتن‌های خبری یا حتی به نوشته‌ها و گفته‌های خبرنگاران راینش زایتون در مجلس اکتفا نمی‌کردند که خبرنگارها چی بهشون گفتن، حتی خبرنگارای خودشون، بلکه ریز گزارشات رسمی تون‌نویسان، برای اینکه تون‌نویس داشتن که تمام صحبت‌های نمایندگان رو ثبت می‌کردن، تون‌نویسان مجلس را به دست می‌آوردن و مطالعه می‌کردن و موضع‌گیری‌های نمایندگان رو بر پایه این اسناد رسمی، نه یه چیز کلی، مورد نقد قرار می‌دادن. در مورد گزارشات جنگ نیست که تقریبا بدون استثنا ما می‌دونیم که انگلز متخصص جنگ بود و چند چیز واقعا راجع به جنگ‌های چریکی نوشته که ماوتسونگ از اینا استفاده کرده در جنگ‌های چریکی چین که بدون استثنا توسط انگلز نوشته می‌شد، فقط به گزارشات روزنامه‌های مخالف و موافق اکتفا نمی‌کردند، بلکه گزارش‌های رسمی دولت و ارتش رو مطالعه می‌کردند، گزارشات رسمی رو. و پس از بررسی مجموعه اخبار و نظرات درباره حوادث میدان جنگ مقاله می‌نوشت انگلز. در موارد دیگر نیز عادت داشتن که اسناد و مدارک ممکن، ریز سخنرانی‌ها، صورت جلسه‌ها، جریان نشست‌ها و گردهمایی‌های سیاسی و به ویژه آمار و اسناد رسمی دولت را تهیه بکنند. که اون وقت من مثال زدم که عرض شود که داستان چجوریه. عرض شود که بعد در واقع این تأثیر انگیزه که آخرین شماره روزنامه روز 19 ماه مه، یعنی کمتر از یه سال بعد از آغازش، ما میدونیم توی ژوئن 1848 چیز شد، آغاز شد راینش زایتونگ نو، و آخرین شمارش روز 19 ماه مه به رنگ سرخ چاپ شد. مارکس در سرمقاله کوبنده‌ای در این شماره نه تنها دولت پروس را با تمام قوا محکوم کرد، بلکه چهره ریاکارانه آن را با صراحت هرچه تمامتر تا آخرین شماره و به رنگ سرخ چاپش کردند، مقاومت کردند. من حالا نرسیدم که بعداً مارکس رو محاکمه می‌کنند و مارکس چه دفاعی، برای اینکه خودش حقوقدان بود، چنان دفاعی می‌کنه که در دادگاه مردم همین طور براش کف میزنن و تبرئه میشه. در واقع به جای اینکه اون محکوم بشه، دولت پروس رو محکوم میکنه. محاکمه مارکس، من نمیرسم اینا رو به اصطلاح همشو ریزش رو به اصطلاح برای عزیزان چیز. مارکس در این سرمقاله که در آخرین شماره میمیزه، تاریخچه تصمیم دولت به توقیف روزنامه رو از مدت‌ها پیش برشمرد و نشان داد که دولت پروس و مقامات محلی کل تنها به دلیل ملاحظات قانونی قضات دادگاه و تصمیم هیئت داوری به تبرئه نویسندگان روزنامه موفق نشدند، که تحت برگردن از مدت‌ها پیش می‌خواستن تعطیل بکنن، در حالی که در محاکمات هر کدوم از اینا رو که پای محاکمه می‌بردن چنان دفاعی از خودشون می‌کردن که تبرئه می‌شدن. به همین دلیل نمیتونستن روزنامه رو ببندن. سپس برای نشان دادن خصلت ریاکارانه مارکس بخش وسیعی از حکم چیز رو عرشبت که چیز میکنه. بعد حالا ببینید، تیراژ روزنامه هنگام توقیف آن 4000 نسخه شده بوده. شوخی نیست، یه روزنامه چپ در اون زمان با تعداد اونایی که توان روزنامه خوندن داشتن 4000 تا خیلی بالاست. فروش شماره سرخ، یعنی آخرین شماره، به 20000 نسخه رسید و به قول مکللن دیر نگذشت که این شماره روزنامه به 10 برابر قیمت اصلی دست به دست میشد و این به اصطلاح پایان واقعا کار روزنامه است. و در نتیجه عرض شد که من بعدش فصل دوم کتاب راجع به زمانیه که من دیگه نمیخوام وارد بشم که
چطور یه جنگ در جنوب آلمان در میگیره، انگلس میره در اون جنگ شرکت میکنه، مارکس شرکت نمیکنه، و بعدش چطور از آلمان میاد بیرون خودش و خانوادهش و به پاریس میره، و بعد پاریس هم اونجا دیگه به فقر میشینه، برای اینکه روزنامه که بسته میشه کلی هنوز روزنامه بدهکار بوده و مارکس میبایست تمام این بدهکاری ها رو میدن، هرچه ارث و میراث هم از پدرش هم از عموش هم از عصبت که پدر و مادر یعنی همسرش رسیده بوده همه رو در این راه خرج کرده بود و در واقع خانواده به فقر نشست. یعنی موقعی که وارد لندن میشن فصل دوم نخستین ماهای زندگی در لندن و جنبندی انقلاب که چطور به حساب وارد اونجا که میشن چه زندگی دارن، من اینجا مفصل صحبت کردم که فرزند در نامه هایی که ینی همسر مارکس می‌نویسه شرایط زندگی خودش رو در روزهای اول عرصبت که توضیح میده، نمیخوام وارد عرصبت که اینا بشن. بنابراین موقعی که از پاریس هم مارکس رو روزنامه راینیش سنگتونگ رو چیز میشه، در واقع انقلاب در آلمان و در واقع در فرانسه هم با شکست روبرو میشه. ما میدونیم که بین جوان 1848 که کارگرها کشتار میشن، در واقع تا حدی میشود گفت خرد بورژوازی به قدرت میرسه و یک سلسله تحول عجیب صورت میگیره بین جوان 1848 تا اواخر 1851 که در حقیقت محتوای هم نبردهای طبقاتی در فرانسه و هم 18 برومر لویی بوناپارت در واقع وقایع سیاسی فرانسه در عرض این چند سال هم که با دقت موشکافی نمیشن. و واقعا عزیزان اگر بخوان بخونن همینطور که عرض کردم اینا، البته این نوشته ها توسط مارکس به صورت یک سلسله مقاله است که بعدا جمع آوری میشه و به این صورت چاپ میشه، بیشتر به اهتمام واقعا انگلس بعد از مرگ مارکس که این به اصطلاح عناوین هم بهشون داده میشه، مثلا 18 برومر لویی بوناپارت. حالا صحبتشو میکنم که اصلا این عنوان یعنی چه، 18 برومر یعنی چه، عرض شود که ولی نبردهای طبقاتی در واقع جنبندی انقلابات 1848-49 موقعی که مارکس وارد به اصطلاح لندن میشه، اونجا با خیال راحت در واقع از کار سیاسی دیگه تا حد زیادی خودش رو کنار میکشه و همینطور که عرض کردم اتحادیه کمونیستی هنوز به اصطلاح کارگرا بخش کارگریش ادامه میدن، ولی مارکس میشینه و جمع‌بندی میکنه و این دوتا نوشته سیاسی یعنی نبردهای طبقاتی در فرانسه و 18 برومر لویی بوناپارت جزء جمع‌بندی های این انقلابن که چه بر سر ما رفت. بسیار بسیار مهمه موقعی که یک نیروی سیاسی حتی شکست میخوره به جای اینکه فرار به جلو بکنه، مثل این کارگرا که میخواستن فرار به جلو بکنن، به جای اینکه بشینن و فکر کنن که چرا این انقلاب شکست خورد، باید ما گاهی اوقات عقب بکشیم، فکر کنیم که فرزند در انقلاب 1357 چپ چرا شکست خورد. اونهایی که نمیخوان بشینن و جمع‌بندی بکنن دلایل و علل شکست خودشون رو در یک جنبش، در یک انقلاب، در یک حرکت نمیخوان بپذیرن، مرتب فرار به جلو اینو بهش میگن، میرن دوباره شکست میخورن، این شکست رو هم نمیپذیرن، بازم شکست بعدی تا به کلی مزمحل بشن، مثل سرنوشت مجاهدین. بنابراین درس هایی که توش هست اینه که مارکس و انگلس به نظر من با درایت هرچه بیشتر اذعان میکنن که طبقه کارگر نمیتونسته با قدرت برسه، شرایط هنوز براش جور نیست،
انقلابات بورژوایی اینقدر واقعا در قرن 18 و اوایل قرن 19 موفق بوده که موفقیت پشت موفقیت پشت موفقیت، ولی بعدش که طبقه کارگر گسترشش پیدا میکنه، انقلاب چهره دیگه ای پیدا میکنه. در واقع دیگه اینا دوچار تلاطم میشن، دیگه انقلاب انقلاب بورژوایی نیست، بورژوازی در برابر طبقه کارگر وای میسه و در نتیجه تلاطم عجیبی به وجود میاد. و چون هنوز شرایط فراهم نیست، که خود این داستان مفصلیه که چرا در واقع انقلابات کارگری موفق نمیشه و شکست پشت شکست پشت شکست همینجوری به اصطلاح دارن. اینا البته باید باز بشه. در این چارچوب مارکس اشاراتی میکنه، ولی خود ما میتونیم به اصطلاح شواهد و به اصطلاح اسناد به اصطلاح بیشتری آدم ارائه بکنه در رابطه با اینه که مثلا برزن حالا هر شبت که خود اینه که اینا جهان سوم رو برش مسلط شدن، مسئله استعمار و خون بقیه جهان رو مکیدند و اووردن به بخشی از طبقه کارگر دادن، امتیازاتی به طبقه کارگر دادن و در اینچه روحیه انقلابی کارگرها رو از بین بردن. خود این یک نکته فوق العاده پر اهمیته که اینا تمامش باید باز بشه که چرا به طور کلی در نه تنها در قرن 19 هم، حتی در قرن 20 هم هنوز کارگرها نتونستن موفق بشن. تازه ما داریم نشانه هایی میبینیم که میتونه در واقع به ما نشون بده که تازه طبقه کارگر در کشورهای اروپایی و امریکا دارن جانی میگیرن و دارن این سیستم رو میشناسن و خلاصه یک در انتهای این تونل تاریک ما داریم در واقع یک مقدار روشنایی میبینیم. من فکر میکنم که وقت این برنامه 11 هم تموم شده. باز من نرسیدم که وارد به اصطلاح این دو تا جزوه نبردهای طبقاتی و عرشبت که جزوه 18 برومر لوی بوناپارت. بنابراین من فکر میکنم که این برنامه ها بیش از 12 به اصطلاح چیز باشه، یه مقدار بیشتر طول خواهد کشید. به این ترتیب من فعلا از عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.